تجمع‌های اعتراضی در تهران و اصفهان. ایران is also playing an incredibly harmful role. جلسه استماع کنگره آمریکا. رژیم ایران نقشی زیانبار در یمن ایفا می‌کند. The removal of all Iranian-led forces from Syria. وزیر خارجه آمریکا: هدف ما اخراج رژیم ایران از سوریه است. مشتریان سایپا سیتروئن سیتری صبح امروز در اعتراض به تحویل ندادن خودروهایشان مقابل وزارت صنایع رژیم در تهران تجمع کردند. در تهران رانندگان شرکت واحد عضو تعاونی مسکن تجمع و به تخلفات مکرر آن اعتراض کردند. در اصفهان جمعی از کارکنان شرکت کنترل سازه زاینده رود در اعتراض به تحویل ندادن خانه‌های وعده داده شده پس از 7 سال اعتراض کردند. در جلسه استماع کنگره آمریکا، مک‌کال نماینده کنگره گفت: ایران is also playing an incredibly harmful role in this conflict by supplying the Houthis with ballistic missiles and other forms of support. The UN itself has reported that Iran has violated. رژیم ایران نقشی باور نکردنی و زیانبار در منازعه یمن ایفا می‌کند، به این صورت که به شبه نظامیان حوثی موشک‌های بالستیک می‌دهد. سازمان ملل نیز گزارش کرده است رژیم ایران قطعنامه شورای امنیت را با حمایت از شبه نظامیان حوثی نقض کرده. ما باید ببینیم چطور آمریکا و متحدانش می‌توانند به طور مؤثری به نقش رژیم ایران در بحران یمن پاسخ دهند. It simply represents a new stage in an old fight. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف جهانی علیه داعش گفت: هدف ما در سوریه تغییر نکرده است. یک راه حل سیاسی هماهنگ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و برچیدن تمامی نیروهای تحت رهبری رژیم ایران از سوریه از اهداف ماست. این مأموریت ماست و تزلزل ناپذیر است. Iranian-led forces from Syria. پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع گفت: نباید در شرایط کنونی به مشاجرات سیاسی و حواشی دامن زده شود. دشمنان به دنبال دامن زدن به اختلافات ایران با کشورهای دیگر و همچنین منزوی کردن جمهوری اسلامی هستند و کنفرانس لهستان نیز در همین راستا از سوی آمریکا دنبال می شود. بعید می دانم که این کنفرانس آخرین اقدام آمریکا در این رابطه باشد. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی برای دومین بار در ویتنام دیدار می کنند. دونالد ترامپ در گزارش سالانه به کنگره اعلام کرد محل این دیدار ویتنام است و تاریخ این دیدار روزهای 7 و 8 اسفند خواهد بود. ترامپ گفت: آمریکا به تلاش برای برقراری صلح در شبه جزیره کره ادامه می دهد. دیدار قبلی رهبران دو کشور خرداد ماه در سنگاپور برگزار شده بود. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه پروتکل عضویت کشور مقدونیه در این پیمان را امضا کردند. به رغم تایید ینس استولتنبرگ دبیر کل و نمایندگان دائمی 29 کشور عضو ناتو، مقدونیه برای عضویت کامل میبایست تا تایید تمام مجالس کشورهای عضو این اتحادیه و انجام برخی فرایندهای رسمی در انتظار باقی بماند، هرچند تا آن زمان به عنوان کشور مدعو در جلسات این پیمان حضور خواهد داشت.